فراماسونری چیست؟ فراماسون‌های ایرانی چه اهدافی دنبال می‌کردند و نفوذ آنها در سیاست چقدر بود؟ سلام، من داریوش کریمی هستم. با فرمان ناصرالدین شاه که در اون گفته شده بود بعضی اجامر و اوباش صحبت از فراموشخانه یوروپ می کنند، نه تنها تشکیل چنین جماعاتی ممنوع شد، بلکه مقرر شد هر کس لفظ فراموشخانه را بر زبان بیاورد مورد غضب همایونی واقع گردد. از اون زمان فراموشخانه و لفظ جایگزین آن فراماسونری بیش از پیش در حاله ای از ابهام قرار گرفت. اونچه به این ابهام می‌افزود اختفا و پنهانکاری فراماسون‌ها بود و اونچه که این پنهانکاری را بیشتر اسرارآمیز می‌کرد تشریفات و مناسک و رتبه بندی‌هایی بود که گفته می‌شد در میان فراماسون‌ها رایج است. این وضعیت بهترین مواد و مصالح را برای خیال پردازی در مورد قدرت و نفوذ فراماسون‌ها فراهم آورد. اما آیا این خیال پردازی از واقعیت هم سرچشمه نمی‌گرفت؟ آیا اتفاقی بود که اونها که ثروت و قدرت زیادی داشتند جذب فراماسونری شدند؟ هدف فراماسون ها چه بود و چقدر در سیاست ایران نفوذ داشتند؟ این موضوع را با مهمان های این هفته در میان میگذاریم. علی حسوری، تاریخ نگار و نویسنده. آقای حسوری از دوستان نزدیک اسماعیل راین است، نویسنده ای که در کتابش فراموشخانه و فراماسونری در ایران فراماسون‌ها رو صاحب نفوذ زیاد و همینطور از عوامل استعمار قلمداد کرد، و علیرضا مهاجری، پژوهشگر تاریخ. آقای مهاجری معتقدند که نباید در مورد فراماسون‌ها و فراماسونری در ایران چنین حکمای کلی داد، و مخاطبان اونها در پنل دوم احسان شفقت، دانش آموخته حقوق، و علی خردنژاد، دانش آموخته مدیریت. خیلی خوش آمدید. آقای حسوری، در مورد فراماسون ها نفوذشون و اهدافشون بر ما توضیح بدید. فراماسون ها میدانید که در ایران به تقلید از فراماسونری غرب در واقع تشکیل شد، این جماعت شکل گرفت. بعد اول هم اینها کاملا مستقل بودند و به لوژهای جهانی ارتباط نداشتند. هدف اینها یکی نبود، یعنی هر کس اینجا به امید هدفی می آمد. یکی می آمد برای اینکه فکر می کرد در تغییر اوضاع و از بین بردن استبداد و توسعه مملکت موثره. یکی دیگه می آمد برای اینکه دوست و یار پیدا کنه و تیم تشکیل بده. یک کسی دیگری می آمد برای اینکه اهداف شخصیشو پیش ببره، یا جمعی می آمدن برای اینکه همکاری بکنن برای پیشبرد مقاصد جمعیشون، که گاهی این مقاصد ممکن بود به نفع مملکت باشه، گاهی هم ممکن بود نباشه. بسیار خوب. و در این برآوردها راجع به فراماسون‌ها اسناد و مدارک چی هستند و چه اسنادی هستند که بیشتر آقای اسماعیل راین ازشون استفاده کرده؟ ببینید، این اسناد عبارت است از مقداری از مدارک خود سازمان‌های فراماسونری که راین توانسته بود به بسیاری از اینا دست پیدا کنه، و اصولا هم از جوانی، از خیلی جوانی به دنبال این کار بوده و با پشت کار و حوصله و حتی میتونم بگم مقداری فداکاری به این کار در واقع دست برده بود، و مقداری هم به طور تصادف به دست آمد. مقداری رو از طریق آدمای آگاهی مثل خان ملک ساسانی به دست آورد. خلاصه اینکه مجموعاً آدمی بود که تلاش میکرد برای به دست آوردن این اسناد و خیلی موفق بود.
منتها به دلیل اینکه بسیاری از این اسناد منتشر نشده و شکل خطی و اینها داره، بله، طبعا نتوانست یک کار خیلی جامع و همه جانبه انجام بده. پس ادعاهای اسماعیل رائین در مورد اینکه بسیاری از فراماسون ها در خدمت اهداف استعماری بودند، خیلی متنفذ بودند، بر از نظر شما بر اسناد موثقی استواره؟ از نظر من موثقه. آقای مهاجری، شما با این ارزیابی کلی از جریان فراماسونری در ایران موافقید؟ اولا باید دید که فراماسونری به طور کلی چجوری تشکیل شد. همین که عنوان این جلسه را هم شما گذاشتید، خب بعد از قرون وسطا که کلیساها عمدتا کارهایی که بناها میکردند با افول مواجه شد، خود این بناها اومدن از همون لژهایی که قبلا برای آموزش و محل سکونت بناها استفاده میشد در کنار ساختمانهای کلیساها، همون لژها رو به صورت لژهای آموزش اخلاقی درآوردن و از گونیا و وسایل بنای گونیا و پرگار استفاده میکردن برای آموزش های اخلاقی. به این شکل استفاده کنن از این، یعنی مثلا ابزار. از گونیا، بله، به عنوان وسیله راستی و درستی و دقت، درست، و از پرگار هم به عنوان نشانه ای از فلک و جهان و، بله، اینها. علت هم این بود که اینا به سهم خودشون، برای همین هم اسمشون رو گذاشتن بناهای آزاد یا جوان مرد، به خاطر اینکه میخواستن به سهم خودشون در اون نوسازی اروپا به طور کلی شرکت بکنن و همون مذهب که به عنوان یک عامل تفرقه و تشتت بین مردم بود، اینها هم که نزدیکان به کلیساها بودن و میدیدن که چجوری از این سوء استفاده میشه، اومدن از این وسایل استفاده بکنن و این عامل تشتت و تفرقه که از جداسازی گروه های مختلف مذهبی سوء استفاده میشد توسط کشیشا، اینها در جهت عکسش حرکت بکنن. به این معنی که تمام پیروان ادیان رو دور هم جمع بکنن بر اساس اعتقاد به خدا، خدای یگانه و جاودانگی روح، که بر همین اساس هم به اینها، چون از وسایل بنایی برای این رمز و نشانه سمبل استفاده میکردند، به اینها میگن که فراماسون‌های رمزی در مقابل فراماسون‌های افزارکار، که قبلا اینها افزار کارشون بود، حالا شده بود افزار آموزش اخلاقی. ولی این جریان مذهبی نبود. مذهبی نبود. گروه‌های مذهبی مختلف و زیر سقف گرد آمدند. ولی به نحوی، چون اعتقاد به خدای یگانه جزو اصولش هست، به نحوی یک مذهب، یه عده هم که به عنوان اتهام حتی مطرح میکنن، میگن این ها از مذهب انسانیت سخن میگفتند، بله، از مذهب عام جهانی سخن میگفتند. اما در مورد فراماسونری در ایران صحبت کنیم، چطور وارد ایران شد و آیا اون ارزیابی کلی اسماعیل رائین که آقای حصوری میگن بر اسناد موثق استوار بود رو قبول دارید؟ ببینید، بعضی از این اسناد در این که موثق هست، چون از طرف ساواک در اختیارش گذاشته شده، ساواک به همه این اسناد دسترسی داشت و از کنجکاوی روزنامه نگاری آقای رائین استفاده کردند. در اون مقطع که شاه و ساواک وارد این بازی شدند، چون اصولا یکی از خصلت‌های دیکتاتور اینه که میخواد بین طرفداران خودش رو هم، ضمن اینکه دستی به سر و کلهشون میکشه، میخواد به نحوی چماق هم همیشه بالای سرشون نگه داره. که و اومد، چون فراماسون ها هم به اعتقاد خودش و اونهایی که به خصوص در مقابلشون قرار گرفته بودن، چون کسانی که بیش از همه داشتن دنبال این کار بودن، یکی علم بود، یکی هم ارتش بود، نصیری. پیش از اون که وارد انگیزه های مثلا اسماعیل رائین یا کسانی که از اون پشتیبانی میکردن بشیم،
شما به ما بگید که ارزیابی کلیتون در یکی دو دقیقه پیش از اینکه به مخاطبان برسیم، ارزیابی کلیتون از جریان فراماسونی در ایران چیه؟ فراماسونری رو البته من تفکیک میکنم به فراماسون‌های اولیه که بیشتر جنبه فرهنگی داشتن و دوره آخر قاجار، بله. دوره ناصرالدین شاه، بله. یعنی اون مقطع فراموشخانه که البته فراموشخانه شبه ماسونی هست، بله. نه لوژ رسمی. در اون مقطع ایرانی‌ها دنبال این بودن که رمز موفقیت اروپایی‌ها رو پیدا بکنن، بله. و دنبال تقلید اقتباس تمام مؤسسات و سازمان‌هایی بودن، زمینه‌ای که دنبال تقلید آموزش جدید بودن، دنبال صنایع جدید بودن، دنبال مؤسسات جدید هم، بله. بودن. اون دوره اینجوری اول. این دوره اول، بله. اینجوری فراماسونری، چون من توی همین تحقیقات خودم به خصوص مقطعی که داشتم رساله دکترامو می‌نوشتم، دیدم که نمیشه سید جمال اسدآبادی، آیت الله طباطبایی، محمد علی فروغی، البته منظورتونه، هم آیت الله سید صادق و هم آیت الله سید محمد فرزند، اینها رو نمیشه مقایسه کرد با عسکرخان ارومی افشار و میرزا ابوالحسن خان ایلچی که اینها به فراماسون، اینها دو نوعن، دو نوع فراماسون هستن. اون فراماسون های شبیه، یعنی نسل سید جمال اسدآبادی، فروغی، ادیب الممالک فراهانی و آیت الله طباطبایی، شیخ هادی نجم آبادی، اینها میخواستن به نحوی جامعه ایران رو بر اساس همون ایدئال‌ها متحول کنن، بله. ایده پیشرفت داشتن و همین ها هم بودن که بیشترین نقش رو در مشروطه داشتن. در مورد جزئیات فرصت خواهید داشت و بعد دور دوم از که و معتقدید خیلی کوتاه. دور دوم مقطعی هست که از 1330، بله. شاه دنبال تأسیس لوژ همایون میره، یعنی حساس میشه به فراماسونری و بعد که لوژ بزرگ ایران در سال 1969 تشکیل میشه، خودش از وسعت و قدرت گرفتن اینها به نحوی متوحش میشه و با توجه به این هم که صحبت بود که اینها بیشتر یک نوع حکومت جهانی رو دارن تبلیغ میکنن و این اون گنجایش رو در خودش نمیدید که در چارچوب این سیستم جهانی به اصطلاح، میدید که هضم خواهد شد. خب در نتیجه؟ در نتیجه علم و ساواک که دنبال این بودن که ضمناً رقابت آمریکایی‌ها هم بود در این مقطع، چون آمریکایی‌ها اون تسلط روی فراماسونری ایران توی این نسل نداشتن، اینها هم می‌خواستن که این رسم رو این به معنی تایید فراماسون‌های این دوره نیست، به معنی این هست که اون زد و بندها رو بشکافیم و بیشتر ما به جای این که بگیم که علت این مشکل به خاطر فراماسون بودن اینها بود، من تاکید دارم که اعمال اینها رو بررسی بکنیم. خب فکر میکنم آقای حسوری از وقت خودشون به اندازه کافی استفاده نکردن. قبل از اینکه به مخاطبا بریم اگر نکته‌ای دارید. بله، من کاملا. یکی اینکه تاریخ فراماسونری خیلی کهنه است. فراماسونری ادامه جمعیت‌های مخفیه. جمعیت‌های مخفی مثلا فرض کنید نمونه بسیار بارز و مهمش در ایران عیاران هستن. انجمن‌های عیاران. عیاران با در واقع میشه گفتش جمعی صنعتگران شهری بودن، اهل حرفه شهری بودن که انجمن‌های مخفی داشتن، از ثروتمندان می‌دزدیدن به فقرا می‌دادن. همونطور که جمعیت عیاران رو در ایران دستگاه خلافت عباسی به کلی زیر و روش کرد و تغییر داد، یعنی اونها رو اوورد تبدیل کرد به عارفان، به جوانمردان، عیاری تبدیل شد به جوانمردی و عرفان و در رأسش آدمی مثلا خلیفه ناصرالدین الله قرار گرفت که کسیه که مغولا رو دعوت کرد که به ایران حمله کنن، یه همچین آدم جبار خونریز بیرحمی شد رهبر جوانمردان. خلاصه این که اون جمعیت‌های مخفی رو در جهت اهداف خودشون تغییر می‌دادن. فراماسونری هم همین چیزیست، همچنین چیزیست. یعنی این که اول تشکیل شد از
کارگران ساختمانی نه بنا فقط، چون اون موقع کسان که ساختمون می ساختن مثلا نجار هم جزش بود و اتفاقا پرگاری که مثلا جز اینا هست جز ابزارهای نجار نه بنا. اینها هدفشون این بود که از حقوق خودشون دفاع کنن، برای اینکه از این بناها بیگاری میکشیدن در ساختن کاخها، کلیساها، اینا آمدن جمعیتهایی تشکیل دادن برای اینکه از حق خودشون دفاع کنن. و اینی که میبینیم فراماسونری سمبولهاش پرگار و خطکش و ایناست، اینا ابزارهای کارگران ساختمانی قرون وسطا. ولی در مورد فراماسونی در ایران نظرت آقای منجری رو تا چند؟ بله بله. نکته بعدی که من میخوام اشاره کنم این است که ساواک به راین کمک کرده. اصلا همچین چیزی قابل تصور نیست و این یک تناقض بسیار مهمی است. ساواک میخواست رجال شاه رو آبروشون رو ببره، این که به ضرر خود ساواک تمام، یعنی ساواک میخواست اون سیستم رو حفظ کنه. اگر بنا بود که آبروی رجال شاه بره که اون سیستم صدمه میزد. این اصلا فکر میکنید منطقی نظر نیست؟ به نظرم منطقی نیست، مضافاً به اینکه ما میدونیم که راین اسنادش رو از چه طریق به دست آورده. بخشی از اسنادش رو خودش میگه و تصویر طرف رو هم در جلد دوم کتابش فکر میکنم انداخته، یعنی فکر میکنم جلد دوم در این که تصویر طرف و اینها رو داده تردیدی نیست که خبرنگار لبنانی بود که این واسط و رابط فراماسونرهای خاورمیانه بود و در واقع راین اسنادش رو از او یه عده زیادی از اسنادش رو از او به دست آورده. این یکی. دیگر این که به هیچ وجه نمیشه مثلا آدمی مثل سید جمال الدین اسدآبادی رو با آدمی مثل فروغی یا کسانی دیگر مثلا ملک المتکلمین اینها در یک ردیف نهاد. سید جمال اسدآبادی به بیش از 13 نام شناخته شده، یعنی آدمی بود که دائم اسم عوض میکرده و هیچ وقت هم نگفته واقعا من اهل کجام، چیزهای مختلف گفته. یه همچین بازیگر ماهر سیاسی و این رو که در واقع میشه گفت نقشه قتل ناصرالدین شاه، در تدوین نقشه قتل ناصرالدین شاه خیلی موثر بوده. و خب آقای ماجری هم میگن بین شخصیت های مختلف فراماسون تفاوت بسیار زیاد بوده. ایشون سید جمال و فروغی رو مثلا در یه ردیف میارن و معتقدن اینها فراماسون های فرهنگی هستند. نه، اینها با هم دیگه به کلی فرق دارن. اینها عده ایشون اهداف سیاسی به دنبال داشتن و اون اهداف سیاسیشون دقیقا در خدمت وطن نبوده. از جمله معتقدید فروغی چنین بود؟ نه نه نه، من معتقدم که فروغی و اینها برای حفظ موقعیتشون می آمدن فراماسونر می شدن. هر کس گفتن با یه هدفی می آمد. بسیار خوب، فکر می کنم در این مرحله بیشتر وارد جزئیات نشیم. سوال بگیریم از آقای شفقت. بله، پرسش اول من البته برمیگرده به صحبت‌های هم جناب آقای حسوری و هم جناب آقای مهاجری، این که ما بایستی دو دوره تاریخی رو حداقل در 100 سال یا 120 سال اخیر از همدیگه جدا بکنیم و این دوره‌ها رو جدا بررسی بکنیم و بگیم که عمل کرده به هر حال جریان فراماسونی در ایران به چه صورت بوده. چون اگر ما به دوران مشروطه نگاه کنیم شخصیت‌های مختلف رو می‌بینیم و حتی تفکری که بر این جریان غالب هست کاملا متفاوت هست از اون چیزی که در دوران محمد رضا پهلوی هست. من می‌خواستم ببینم که شما تا چقدر با این نظر موافق هستید که ما دوره‌های مختلف رو فراماسونری به خصوص میگم در 100 سال و 120 سال اخیر که دوران مشروطه هست، منشأ تغییر و تحولات بزرگ در جامعه ایران هست، خواستار تحولات روشنفکران، خواستار تحولات بنیادین در ایران هستند و دوره دوم محمد رضا پهلوی. آقای ماجری کاملا درسته، موافقم. اون تفکیکی که من بین فراماسونری سیاسی و فراماسونری فرهنگی کردم بر همین مبناست. ببینید در دوره مشروطه اون روشنفکرای اون دوره که به فراموشخانه جذب شدند و اصولا به فراماسونری اقبال نشان دادند، دنبال این بودن که هر چی که در غرب مایه تحول و دگرگونی شده اینها رو بگیرن. رو این حساب
یکی از چیزهایی که فراماسون ها در اون دوره تاکید میکردن برش بر آموزش های عمومی بود، آگاه کردن مردم، روشنگری، همین گرفتن مبانی اتحاد مردم در مقابل اون اساس تفرقه و تشتت بین مردم که باعث میشد، یعنی در دوره قرون وسطا سبب شده بود که هر کشیش و کلیسایی برای خودش یه دار و دسته راه بندازه و اینها رو رو در روی هم قرار بدن و خودشون حکومت بکنن و همون فسادهایی که به هر حال در دوره قرون وسطا بود. بعد اینها دقیقاً فراماسون ها عکس این رو تبلیغ میکردن و علت این هم که یه مایه‌ای گذاشته بودن، پایه‌ای گذاشته بودن که به اصطلاح تمام لااقل معتقدین به خدا یگانه رو بتونن دور هم جمع بکنن. ولی اصول اولیه فراماسون ها بیشتر اخلاقی تا دینی های مهاجری، یعنی احتیاط، اعتدال و انصاف، این اصول اساسیش هستن. کمتر این در واقع نگرانی یا دغدغه دینی بودن اعضا رو داشتن. ولی دو تا شرط اساسی داره برای پیوستن به فراماسونری که تو اون قانون اساسی که در 1717 در انگلستان نوشته شده توش هست. یکی اعتقاد به خدای یگانه و پایایی روان. زمنان میتونم یه نکته ای رو در راستای همین صحبت شما، این که تفکری که به هر حال در رابطه با فراماسونری بوده، مثلا ما در شعر ادیب الممالک در اون زمان میبینیم که در رابطه با فراماسون میگه که هست کار بزرگ ماسونی آن که نهد بر زمین اساس جهان، و در آخر میگه که ادیب الممالکش لقب است چون هواخواه دانش و ادب است، خواهد از دولت فراماسون جهر را برکند زبی خوزبون. یا مثلا باز میریم نگاه میکنیم به ملکم، نگاه میکنیم در آدمیت اون اساس و تفکری که بنیان میذاره در این آدمیت، مسائل همون اخلاقی، آزادی خواهی، حاکمیت قانون، خب اجازه بدید آقای حسوری هم چنین استنباطی دارن از دوره اول فراماسونری در ایران. من اصلا معتقد تفکیک دوره های تاریخی اینجوری، مخصوصا در یک جریانی که خیلی خام شروع شده و اندک اندک رو به کمال رفته، معتقد نیستم. قضیه این است که فراماسونری اولیه در ایران به تقلید از فراماسونری دنیا شکل گرفت و اینها خودشون هم اون اول سازمان خیلی درست و شسته رفته‌ای نداشتن، برای اینکه بلد نبودن. منظورتون فراموشخانه میرزا ملکم خان؟ میرزا ملکم خان و بعدم مجمع آدمیت او. اینها بلد نبودن و نمیدونستن که مثلا فرض کنید این چیزی که دارن تقلید میکنن این واقعا تا چقدر با اصل منطبقه. یواش یواش یاد گرفتن در اثر ارتباطات خیلی زیاد و عضو شدن در لژهای غربی، یواش یواش یاد گرفتن که خب چه باید بکنن، رو هرچی آمد جلوتر خب شوسه رفته تر شد و لوژهای. و این به چه معنایی بود از نظر نقش سیاسیشون و نفوذشون، این شوسه رفته تر شدن یا به قول شما به کمال رسیدن؟ دقیقاً سازمان پیدا کرد، یعنی تبدیل شد به یک سازمانی که تعریف داشت. میشد گفت که این سازمان این شکلی است، حد و حدودش اینه، وظایفش اینه. البته ملکم خودش، فراموشخانه‌اش هیچ ربط ارگانیکی با سازمان‌های خارج کشور نداشت، ولی تقی‌زاده و فروغی رو می‌بینیم اینها جزو لژهای خارج از کشور هستن. آقای خردنژاد، من سوالم رو از آقای مهاجر و حالا اگر دوست داشتن ایشون هم اجازه بدن، راجع به علائم مشخصه فراماسون‌ها که ما نگاه می‌کنیم، یک هرمی هم هست، هرم سنگی که بیشتر ما رو یاد اهرام مصر میندازه و گفته میشه که این فرقه فراماسون‌ها عده‌ای معتقدن که از 3000 سال پیش از مصر میاد و این در واقع فرقه مذهبی بوده که باز احیا شده. اما شما تو صحبتاتون اشاره به این هرم نکردین و اون چشم، از طرف دیگه من دیدم توی عکسایی که از این مراسمشون هست، دو تا ستاره داوود هم پشت اون سر اون کسی که بالاخره چشماشو بستن هست. اینها نشانه چی هست و آیا ما اصلا نشانه در از این علامت های فراماسونی در فراماسونر ایران دیدیم یا ندیدیم؟ اولا این که میگی نه تنها به فراعنه، میگن که یکی از فراعنه مصر، این روی یک پلاک طلایی که رو سینه‌اش بوده
روش نوشته شده بوده که حقیقت، علم و آزادگی یا همچین چیزی بوده که همین به نحوی در فراماسونری به اصطلاح تقلید میشه به عنوان آزادی، برابری، برادری. اون به اصطلاح مثلث که میبینید علائم این هست، یعنی این سه نقطه. شما خیلی جاها هم وقتی آخر جمله شون فراماسون ها میبینید که سه تا نقطه گذاشتن به صورت مثلث که منظور همینه. و اون چشم هم چون وقتی که کسی وارد فراماسونری میشه اینها اول میخوان ازش که چشمشو میبندن، از تاریکی وارد روشناییش میکنن، یعنی از نادانی، از فراموش کردن. یکی از دلایلی هم که فراموشخانه اسمش گذاشتن در ایران و حتی عبداللطیف شوشتری هم که اولین کسی هست که به فراماسونری در غرب اشاره کرده میگه که این پارسیان هند اینها رو اهل فراموشی مینامن، چون هرچی که ازشون دلایلش مختلفه. خود کلمه فراموشخانه از هند میاد، کلمه فراماسون از عثمانی میاد، اینها رو قرض میگیرن. ولی این مناسک، این نمادها، این نمیدونم رتبه بندی ها، اینها در واقع نشون نمیده که تصوری از خودشون دارن که با اون حجم و میزان نفوذ خودشون سازگار نیست. این که طبیعی هست، همه این سعی رو میکنن. ضمن این که اینها به قدری گسترش پیدا کرده بودن و نفوذ داشتن توی قرن 18 که بهشون به نحوی میگفتن ساحران قرن 18، یعنی افراد رو جذب میکردن. دلیلش هم این بود که جامعه، شرایط اجتماعی سیاسی چنین کشیشی رو داشت. بله، یه نکته رو مثال خیلی واضح ترش رو بزنیم. وقتی یکی از سران فراماسون ها در دوره محمد رضا شاه پهلوی وارد ایران میشه، آقای شریف امامی، استاد اعظم لوژ مهم فراماسونی در ایران، به اون فراماسون سر الگین اسمش هست، میگه یک سوم سناتورهای ما فراماسون هستند. بله. و خود اون سر الگین میگه من خیلی تعجب کردم. آیا این نشون نمیده که فراماسون ها اصولا دوست دارن، خودشون دوست دارن به دلیل اینکه یک جمعیت مخفی هستن، اینکه اصلا بگن که نفوذ و اعتبار و قدرت ما خیلی زیاد هست و این با اون چیزی که اغلب در واقعیت هست ممکنه سازگار نباشه؟ نه، درسته. ولی یه نکته را اولا باید اشاره کرد که اینها برخلاف اونه که تبلیغ میشه که مؤسسات مخفی هستن، اتفاقا جزء اساسنامه شون این هست که نباید مخفی فعالیت بکنن. یعنی میگن که در هر کشوری که هستن اولا باید خیلی واضح و آشکار، این که در عمل چی شده، این که در ممکنه که هر دین و مذهبی بگید که جزء مقرراتش و اصولش و اعتقاداتش اینه، ولی بله، در عمل پیروانش این کارو میکنن. بله. اون بحثی جدا، منتها جزء قواعد و قوانینشون این هست که باید واضح آشکار فعالیت بکنن و قوانین کشور خودشون رو احترام بگذارن در هر کشوری. بله. آقای عصوری، شما معتقد هستید که اون چه که مثلا آقای شریف امامی گفته که یک سوم سناتورهای ایرانی در اون زمان در دوره محمد رضا پهلوی فراماسون بودند، اغراق بوده، یا فکر میکنی درست بود و اینا اینقدر تعدادشون زیاد بود و نفوذ داشتن؟ اجازه بدید، اون حرفی که آقای شریف امامی زده به نظر من حرف درستی میاد. اون تاریخ شاید حتی بیش از یک سومه، شاید دو سومه سناتورهای ما فراماسونر بودن. و این فراماسونر بودن اونها به معنی این بوده که جریان فراماسونری نفوذ و قدرت زیادی در ایران داشته، یا اینکه اسمشون یه جایی در لیستی در یک محفلی بوده؟ نخیر. اصلا ببینید، اینکه اینا همه در قدرت بودن، این معنیش این است که یه سازمانی داشتن، تو اون سازمان این ترتیب داده می شده که چه مهره هایی در کجا چیده بشن. بنده از چیدن مهره هایی در دوره که فرخرو پارسا وزیر آموزش پرورش بود و حتی قبل از اون حتی دوره خانلری که وزیر بود در وزارت آموزش پرورش، وزارت فرهنگ اون موقع، بعداً در وزارت آموزش پرورش اطلاع دارم، یعنی کاملا معلومه که تا سطح مدیر کل اینا مهره چینی می‌کردن. اطلاع شخصی داری یا سندی چیزی هست؟ اطلاع شخصی دارم، یعنی رو در رو قرار گرفتم و صدمه هم خوردم.
میتونم بگم به چه شکل؟ منتظر خدمت هم کردم. به دلیل اینکه فراماسون نبودی؟ نه خیر، نه، به دلیل اینکه بعضی نکات رو گفتم. در جایی هست این منتشر شد یا اینکه در در رودرویای شخصی؟ در نامه شخصی من به وزیر، به وزیر. وقتی صحبت از دوران محمد رضا پهلوی می‌کنیم، ما شخصیت‌های مثلا شریف امامی با مثلا تقی‌زاده یکی نیستن. تقی‌زاده یه شخصیت علمی فرهنگیه، فروغی شخصیت علمی فرهنگیه. شخصیت‌هایی که در دوران مشروطه وجود داشتن مثلا مثل تقی‌زاده هیچ وقت شما در چیز نمی‌بینید، در دوران محمد رضا شاه نمی‌بینید. شریف امامی یک شخصیتیه که میگم مثلا نمیتونین هیچ وقت در کنار تقی‌زاده بذاریمش. بذارید ببینیم آقای حسوری قبول دارن که به نظر میرسه ایشون معتقدن در دوره اول، در دوره قاجاریه، فراماسونری فوق‌العاده مفید بوده، الهام داده به انقلاب مشروطه، و بعد میگن کسانی مثل شریف امامی اصلا قابل مقایسه نیستن. ببینید، ما نمیدونیم اونها تا چه حد به این نکته آگاهی داشتن که تغییر صورت چیزی رو عوض نمیکنه. ما نمیدونیم. نمونه های کوچکی در نوشته های یا حرفای از تغییر صورت هست، یعنی اینکه اگر استبداد از بین ببریم، مشروطه رو بیاریم، استبدال، مسئله استبداد یا این چیزهای دیگه حل میشه. میبینیم که مشروطه شد، حل نشد، جمهوری هم شد، حل نشد. این اشتباه فراماسونرها هم بوده است که فکر کنند که با تغییر شکل مفهوم عوض میشه، عمل کرد عوض میشه، جامعه عوض میشه. اینطور نیست. برای اینکه یه جامعه رو آماده کنیم برای یه تغییر، باید جامعه رو تربیت کنیم، باید کار فرهنگی عمیق و گسترده کرد. کاری که تقی‌زاده کرد، کاری که فروغی کرد، به هیچ وجه. فروغی و تقی‌زاده این کارها رو کردن. اونها یک شخصیت‌های علمی فرهنگی هستن. اینکه تا چه حد موفق شدن جناب حسوری بحث دیگری است، ولی دنبال این قضیه بودن، اصلا دنبال ترویج و آموزش‌های عمومی بودن. و اما اون نکته رو ببینید، در دو تا حادثه مهم انقلابی که اتفاق افتاده بود تو قرن 18 و 19، 18 حالا اواخر، یکی انقلاب آمریکا بود و یکی هم انقلاب فرانسه. اینا هر دوش تا مقدار زیادی مدیون فراماسون ها بود، یعنی چهرهای برجستش مونتسکیو، ولتر، همه اینها رو که نگاه میکنید، دانتون، بله، دیگه میرابو، اینها در آمریکا، جورج واشنگتن، بله، بنجامین فرانکلین، اینها فراماسون بودن. بعد خب طبیعی بود که این رو ازش اقتباس میکردن، منتها طبیعی بود که در قالب حکومت ناصرالدین شاه که نمیتونستن اینها یه مرتبه لوژ فراماسونری رو بیارن در ایران مستقر بکنن. ملکم هم توضیح میده علت اینکه اینها رو با یه شکل مذهبی داره، به یه شکل ایرانی شرقی، حالا نه بگیم مذهبی، میخواد سعی میکنه که ارائه بکنه، به خاطر این هست، برای خاطر اینکه جو سیاسی اینجوری ایجاب میکنه. موقعی هم که با آیت الله طباطبایی که بهش میدونید که اول اجازه ملاقات نمیداد و تفره میرفت، بعدن بهش اجازه داد، توضیح داد براش که ما جمعیت های مشابه جمعیت فتیان و همین جوان مردان و دیگه عرض کنم که خانقاه و اینها داشتیم در شرق. در واقع ملکم میخواست بگه که فراماسونری با اسلام ناسازگار نیست. میرزا ملکم خان شخصیتش یک شخصیتی که نگاه بکنیم میبینیم بسیار شخصیت قشنگی نیستش، یعنی ایشون رشوه گرفته بوده، بسیار دروغ گفته بوده و 40,000 لیره مثل این که رشوه گرفته و این داستان ها. آیا فکر نمی کنید که ورود فراماسونی رو به ایران و اهداف فراماسونی بسیار تحت تاثیر اهداف آقای میرزا ملکم خان و حتی مشروطیت، چون ببینید انقلابی که اتفاق میفته خیلی ها دنبال سوء استفاده از این انقلاب و به دست آوردن قدرت برای خودشون و رانت برای خودشون هستن و اینطور نیست که اهداف دموکراسی یه وقتایی داشته باشه یا اهداف وطن پرستانه داشته باشه، یه وقتایی هدفهای قدرت طلبانه داره. اولا یه نکته رو حتما در نظر داشته باشی تو تمام این بررسی هاتون، و اینکه ما با انسان ها سر و کار داریم.
انسان‌ها هم به هر حال اهداف هم منافع شخصی رو دنبال می‌کنن و گاه ممکنه منافع شخصیشون رو در قالب مسائل دیگه پیگیری بکنن. خب مسئله اینه که منافع شخصی رو به منافع ملی بعضی‌ها ترجیح. درسته، کاملا درسته. گاهی در تناقضه. اینم که شکل فقط عوض شد، مشروطه شد به جای استبداد، درسته که اهداف مشروطه پیاده نشد، ولی به هر حال همین که شما یه ضربه وارد بکنید به اون جایی که یه حکومتی که اصلا برای رعیت هیچ اعتباری قائل نیست، حالا یه جمعیتی تشکیل بشن که بخوان راجع به این قانون وضع بکنن، اظهار نظر بکنن، خود این یه حرکتی بوده. و یه نکته هم من در رابطه با سید جمال بگم، چون یه خورده این تند بود به نظر من. سید جمال علت این که با اسامی مختلف، ملیت‌های مختلف ظاهر میشه، تولدش که مشخصه که در بله. کجا بوده و در همدان بوده، ولی اسدآباد، در اسدآباد همدان، ولی علت این که این کارا رو میکنه، باید شرایط استبدادی اون دوره رو در نظر گرفت. بله. و وضعیت کشورهای اسلامی و علت این کاراش. نمیشه یه مرتبه ما شرایط امروز خودمون رو در اروپا در نظر بگیریم و بعد بخوایم حکم بدیم راجع به سید جمال و شرایط قاجاریه. بله. بله. من چند تا نکته دارم. ببینید، از فراماسونرها، زل و سلطان فراماسونر بوده، شاهزاده شاه سلطنه فراماسونر بوده، سالار و دوله فراماسونر بوده، همه اینها مدعی سلطنت بودن و رفتن فراماسونر شدن برای اینکه به سلطنت برسن. یعنی فکر کردن که برای اینکه تأیید داشته باشن از یه عده‌ای و یه جاهایی رفتن فراماسونر شدن. بنابراین این که صرفاً وارد فراماسونی شدن برای خدمت بوده نبوده. ولی عکسش هم میتونه صادق باشه. عکسش هم میتونه صادق باشه. ولی ببینید مثلا حتی در مورد شخصیت تقی‌زاده، تقی‌زاده در امضای اون قرارداد اسارت بار نفت نقش داشته. من خودم در چقدر اینو به فراماسون بودنش رفت میدید شما، اینکه حامی قراردادی بوده که خیلی باش مخالف بودن؟ من فکر میکنم که مجموعاً اصلا فراماسونری ما در این خدمات بوده. در این خدمات منظورتون؟ یعنی در جهت اینکه منافع برخی از کشورها رو تامین بکنه. خب این سند و مدرک عینی شما دارید که بگید؟ چون بله، این طرح توطئه و طرح اینکه اینها عامل استعمار بودن زیاده. مثلا فردوس اشاره میکنه به اون شخص پرون که میاد به ایران با محمد رضا پهلوی بوده، میاد به ایران، میگه این رو عامل استعمار اینا عزمدن از همون ابتدا گذاشتنش که با محمد رضا آشنا بشه، این بیاد ایران و عامل چی بشه، عامل مثلا جاسوسی اینجا چطور، در صورت که هیچ سند عینی ما نمیبینیم. ببینید، در این که تقی‌زاده در امضای اون قرارداد مؤثر بوده و بعدن هم خودش در سن 90-91 سالگی از رادیو ایران صحبت کرد در برنامه مرزهای دانش و معذرت خواست بابت اینکه من خیانت کردم، اینا یه چیزای آشکار یا سند داره. ببخشید، آقای مهاجری سر تکون میدن، اجازه بدیم یه قرارداد رویش حالا عرض میکنم. بله، از یکی پرسیدن چرا رفتی دزدی، گفت استخاره کردم خوب آمد. حالا اینها اغلب اینطورن. در رابطه با ملکم هم همچین صحبت هایی هست. بله، اجازه بدیم در مورد تقی‌زاده آقای مهاجری سر تکون میدن، دلیلش چی بود؟ اولا ببینید، اون قرارداد نفت در اینکه خیانت بود هیچ شکی نیست، تمدید 30 سالش و اینها. این برای اطلاع بیننده ها بگیم، این در واقع تمدید قرارداد دارسی است دیگه. بله. بله، قرارداد دارسی در سال 1901 خب تدوین شده، در سال 1932-31 30 سالش گذشته بود. بعد صحبت هایی میکردن، صحبت اولیه هم از اینجا شروع شد که ایران میدید که خب داره بهش ظلم میشه و شیخ علی دشتی هم توی مجلس یه صحبتی کرده بود یا توی اون نشریهش هم نوشته بود که سال گذشته، یعنی سال 1310 ما، سال 1310 در دولت انگلستان از این شرکت، از شرکت مختلط نفت 800 هزار لیره مالیات گرفته، در صورتی که تمام سهم ایران شده 200 هزار لیره. بله.
خب بحثایی بود که این رو این قرارداد رو و عدم بدهی درست چه مطالبات ایران رو پیگیری بکنن. تو این بحثا بود، مذاکره کننده هم فروغی بودن و داور و تقی‌زاده از طرف ایران. تقی‌زاده در ارتباط با این قرارداد موضعش چی بود؟ چی میگفت؟ موضعش این که بر اساس همون قرارداد طلبهای ایران مطالبه بشه. بله. ولی بعد از اونی که رضا شاه اینو انداخته بود توی بخاری دیگه باید درستش میکردن که الان تهدیدهای انگلستان رو جمع و جورش بکنن. این صحبت تمدید قرارداد نبود تا لحظات آخر. بله. اتفاقا تقی‌زاده در اعتراض به این که اون روز آخر تصمیم گرفته شد قرارداد تمدید بکنن استعفا کرد و رضا شاه تهدیدش کرد، گفتش که الان حکومت ما اینجوری نیست که هر کسی بخواد بیاد هر موقع بخواد بره. بله. باید بهش بگیم شما... که بیاد یا بره. این ترتیب شما برآورد آقای یسوری در مورد تقی‌زاده رو قبول ندارید و معتقد نیستید که مذاکرات مجلس بودن. هست مذاکراتشون هست. نجات ببینید نمونه‌های زیادی هست، یکیش آقای ابوالحسن خان شیرازی که سفیر انگلیس سفیر ایران در انگلیس بودن، ایشون از کمپانی هند شرقی ماهیانه بودن یه پولی میگرفت، مقرری میگرفت، حتی بعد از مرگشون هم یعنی میخواستن تقاضا کنن بعد از مرگشون هم به خانواده‌شون برسه که این کمپانی هند شرقی قبول نمیکنه. این نشون میده که سهامی یا شراکتی با این کمپانی نداشتن، یک حالت حساب کتاب شخصی بوده، رشوه بوده. پس این رشوه گرفتن ها نشون میده که اعضای فراماسونری با از با کمپانی‌های استعماری ارتباط خیلی خوبی داشتن. آقای ماجوری این اگه این دلیل، من اینو میگم که اعمال افراد رو بررسی بکنیم، اگر که یک مسیحی یا یک یهودی یا یک مسلمانی کاری کردن که نمیشه گفت که اسلام اینه یا مسیحیت اینه. ولی آقای ماجری، میرزا ابوالحسن خان شیرازی که از اولین فراماسون های ایرانی بود میره انگلیس، درسته. وقتی برمیگرده فراماسون شده، درسته. و بعد مکاتبات فاش میکنه که از اون زمان میرزا ابوالحسن خان شیرازی از کمپانی هند شرقی ماهیانه مقرری میگرفته و این میرزا ابوالحسن خان شیرازی وقتی برمیگرده ایران شخص اصلی، چهره اصلی در سیاست خارجی ایرانه. درسته. اینها همه تصادفیه. ببینید این اگر که میرزا ابوالحسن خان شیرازی فراماسون هم نمیشد همین بود. همین. معتقدید این ربطی به فراماسون چون؟ یعنی ربطی دقیقاً بین این که چون فراماسون چه دلیلی داشت؟ مگر نمیشد غیر از این کارو کرد؟ آره، در رابطه با ملکم هم دقیقاً همینه. ملکم هم متهم میشه به اینکه فراموشخانه‌اش افراد جاسوس اومدن توش، ولی هیچ ربط ارگانیک ملکم نداره فراموشخانه‌اش با خارج کشور. چه جور میتونه جاسوس باشه در صورتی که ربط ارگانیکی چرا داره؟ شما اگه نگاه کنید که این ربط نداره با شما... لوژهای خارجی کشور. اگه نگاه بکنید آقای سید جمال الدین اسدآبادی با تو 10 تا لوژ ایشون تقاضای عضویت کرده و عضوه و ایشون حتی نقشه ترور ناصرالدین شاه رو ایشون میرزا رضایی کرمانی شاگردان ایشون بوده. مگه میشه ایشون چه دلیلش چی بوده که از 10 تا لوژ ایشون عضو بوده؟ نشونه کامل داره که ایشون ارتباط داشته با من فکر میکنم اینجور نگاه کردن به مسئله یه جوری ذهنی نگاه کردنه، یعنی ما عینی نگاه نمیکنیم، سند عینی نداریم، یعنی با یک ذهنیت میگیم این با این در تماس بوده. نه نه نه، سندش هست که ایشون تو 10 تا سندش هست. بله، ده ولی تا نتیجه ای که میخواهید از عضویت سید جمال اسدآبادی در لوژهای مختلف بگیرید چی هست؟ ایشون معتقدن 100 تا لوژ عضو. بله، ایشون معتقدن از اینها نمیشه نتیجه گرفت که این لوژ یا این جریان با خارجی ها در ارتباط ارگانیک بوده. ببینید سوال من فراموشخانه نبوده. الان دارم در واقع ببینید وقتی که چه دلیلی داره آدم تو ده من سوالم اینه چه دلیلی داره تو هر کشوری که ایشون میرفته تقاضای عضویت در لوژ میده؟ ایشون دنبال هم پیمانان جدید میگشته. خب به چه قصدی؟ این دیگه قضاوتی در این مورد نمی‌کنیم. هیچ کس مطمئنا اهداف ایشون اهدافی شخصی و ضد ناصرالدین شاه بوده، چون ایشون با مشکل داشتن با حکومت ایران. منتها اگر که نگاه بکنیم دنبال اهداف ایران به عنوان یک شخصی که دنبال منافع ایران باشن هیچ دیده نشده. البته شنیده شده یه جا حتی ایشون عالم علمی هستن از یه دونه از این فراماسون ها لوژا بیرون انداخته شده به خاطر اینکه مثل اینکه وجود خدا رو حتی منکر شده بوده. اولا اگر که تو 10 تا لوژ که نه تو 100 تا لوژ باشه، یک باید دید این بر اساس قواعد فراماسونری میخونه یا نمیخونه.
وقتی که شما به مقام استادی رسیدید که سید جمال به مقام استادی فراماسونری در لوژ کوکب، کوکب مصر رسیده بوده. بله. منتها مشکل لوژهای نظیر کوکب و روشنایی در ایران، بیداری ایران، اینها بیداری ایران این هست که اینها وابسته به لوژ شرق اعظم فرانسه. شرق اعظم فرانسه از 1877 بله. اون دوتا اصل فراماسونری که اعتقاد به خدا و جاودانگی روح، اینها رو از اساسنامش حذف میکنه. بله. رو این حساب کسانی که به لوژهای وابسته به این شرق اعظم فرانسه مربوط بودن میگفتن اینها اعتقادی به خدا ندارن. علت اینه هم که سید جمال این تهمت رو بهش زدن این قضیه. بله. سید جمال در هر حال بحث سید جمال هست. از آقای حسوری بپرسیم. آقای حسوری، رابطه فراماسونری با علما هم یه تعداد از اینها عضو بودن. بله. هم بله. فراماسونری از جانب علما تحت فشار بوده. بله. و اول یه نکته رو من عرض کنم. اونی که سید جمال الدین اسدآبادی و کسانی که به همراه او نقشه قتل ناصرالدین شاه رو ریختن، به نظر من کاری به نفع تاریخ ایران نکردن، به ضرر تاریخ ایران کردن. برای اینکه ناصرالدین شاه اتفاقا در اون سالها بهترین پادشاه ممکن زمان خودش بود برای ایران. چرا؟ برای اینکه در نامه‌ای که به ظل سلطان از جمله نوشته، چند جا این کار رو کرده، ولی از در نامه‌ای که به ظل سلطان نوشته و این توی کتاب را این چاپ هم شده، می نویسه که من اون دوره جوان بودم و نمیفهمیدم که امثال میرزا تقی خان و امیر کبیر رو کشتم، ولی الان موام تو سلطنت سفید کردم، 60 سالمه، من میدونم الان اینجا چه خبر. ناصرالدین شاه در سالهای آخر عمرش تبدیل به یک پادشاه مفیدی شده بود و اتفاقا اینها به همین دلیل از بین بردنش، برای اینکه نمیخواستند جریان از درون جریان استبداد یا جریان درستی هم در بیاد. و شما اینو یک هدف فراماسونی میدونید؟ یعنی من این رو طراحی این فکر کنید جناب سید جمال با همراهی بقیه فراماسون ها بوده بدون شک. یعنی تمام اونهایی که دورور شاه رو گرفته بودند و محیط رو آماده کردند برای اینکه قاتل بتونه بیاد چند قدمیش و گلوله رو راست بزنه تو قلب ناصرالدین شاه. من پیرهن ناصرالدین شاه رو که سوراخ شده دیدم، درست رو نقطه قلبش سوراخ شده. این از اون فاصله نزدیک بتونه این کار رو بزنه در دوره قاجاریه ممکن بوده. کنترل اون دوره به قدری شدید بود که این ممکن نبود. فراماسون ها اینقدر در واقع متشکل بودن و چنین هدفی رو دنبال میکردن که ناصرالدین شاه را از سر را بردارن به دلیل اینکه یک پادشاه مفیدی شده بود. اولا علت این که با ناصرالدین شاه، حالا سید جمال لااقل و آزادی خواهان ایران، اونهایی که ادعای آزادی خواهی داشتن حالا بله. مخالف بودن، به خاطر اینکه این رو اصلاح پذیر نمیدونستن و بله. دیکتاتور مستبد هر چقدر که پیرتر بشه معمولا استادتر میشه در همون استبداد. اینو تجربه تاریخی نشون میده. و اما واقعیتش این هست که خب سید جمال با ناصرالدین شاه مخالف بود، یعنی با اون به عنوان یه پادشاه مستبد مخالف بود و طبیعی بود که علیهش اقدام بکنه. بله. این که درست بود یا غلط بود اون بحث دیگری. یه سوال از شما دارم. میرزا ملکم و آقای سید جمال الدین اسدآبادی خیلی نزدیک بودن. حتی آقای سید جمال الدین اسدآبادی مقاله‌اش در روزنامه قانون چاپ می‌شده. شما چقدر اینو نزدیک می‌بینید؟ ببینید که آقای سید جمال الدین اسدآبادی و آقای میرزا ملکم اینا برای به دست آوردن قدرت دشمن ناصرالدین شاه نبودن، به جای اینکه بگیم اینا بله. آزادی خواه بودن. اگر سید جمال دنبال قدرت بود، یعنی صرفاً به خاطر قدرت، من دلیلم که میگم دنبال قدرت بوده که اگر صرفاً به خاطر قدرت این کارو میکرد که میتونست کنار بیاد با ناصرالدین شاه. بله. وقتی دعوتش کرد اومد ایران، خب میتونست باش کنار بیاد. بله. شاید علیهش مبارزه بکنه. آقای ماجری، سوالی که از آقای حسوری پرسیدم رو از شما میپرسم چون جواب نگرفتم. اصولاً مناسبات علما با
جریان فراماسونی چطور بوده؟ چون از یک سو می‌بینیم کسانی مثل شیخ صادق طباطبایی، مثل میرزا زین العابدین، اینها عضو فراماسونری بودن. بله، ملک المتکلمین. و از طرفی می‌بینیم به طور عمومی از ابتدا تا انتها علما علیه جریان فراماسونری بودن. شما اگر اون مقطع مشروطه رو نگاه بکنی، علمایی که موافق آزادی بست آموزش‌های عمومی اینها بودن، مثل جمال واعظ اصفهانی، پدر جمالزاده و همین ملک المتکلمین، اینها طرفدار با فراماسونری به عنوان یه جریانی که اون هم دنبال همین موضوعات آزادی و برابری و علم و اینها هست موافق بودن. همونطوری که در برابر مشروطه اینها، اونهایی که مخالف این موضوع بودن، خب در برابرش موضع داشتن، در برابر فراماسونری هم موضع داشتن. فراماسونری و همونطوری که در برابر خود مشروطه موضع داشتن، یه عده که دنبال آزادی و قانون و حکومت قانون بودن از همین علما با مشروطه 100% موافق بودن و مبارزه میکردن، یه عده مخالفش بودن. بله. هر جریانی همینطوره. بسیار خب، آقای حسودی پیش از پایان برنامه نکته‌ای هست؟ من فکر میکنم که ببینید، دین محافظه‌کاره و عالم دین به خصوص در ایران محافظه‌کاره. اینها اول با احتیاط برخورد کردند به فراماسونری و بعد که لااقل اون رو بی‌ضرر یافتند، به تعبیر خودشون، وقت در شرکت کردند. آخه بی‌ضرر کدومشون؟ به هر حال همونهایی که مخالف آزادی‌ها و مخالف بست آموزش‌های عمومی بودن، تا آخرم با این جریان مخالفت می‌کردن. بسیار خوب، خیلی ممنونم. به آخر برنامه این هفته پرگار می‌رسیم. ممنون از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمان‌های برنامه: علی حسوری، علیرضا مهاجری، احسان شفقت و علی خردنژاد. در صفحه پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی هم میتونید برای ما ایمیل بفرستید و هم برنامه رو ببینید. نسخه صوتی یعنی پادکست برنامه هم در صفحه پرگار در وبسایت هست و از فیسبوک برنامه مطابق معمول میتونید استفاده کنید و همین بحث رو اونجا ادامه بدید. شب و روز بر همه شما خوش.